تو این ویدیو میخوام بررسی کنیم به وسیله پیزو الکتریک میتونیم برق تولید کنیم. بریم تو ادامه جوابشو با هم ببینیم. سلام به یسکیتی عزیز، وقتتون بخیر. من محمد علی دشتی هستم با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما. ببینید بچه ها، من قبلا اومدم تو یک ویدیو این پیزو رو به جای بلنگو قرار دادم که یک آهنگ موزیکال داشت پخش میکرد و دیدیم نتیجه خیلی عالی بود. اسپیکر رو میذارم کنار، این مشکل رو به منفی وصل میکنم و موسط پیزو هم به خروجی. اینم که پیزو بهش وصله و الان تغذیه ماده رو وصل میکنم. صدای خیلی عالی تر داره و این پیزون ببینید این قسمتش حالت فلزی داره، مثل بلنگو نیست که دیافراگم داشته باشه تو پاره بشه، و این قسمت سفیدی هم پشت پیزو هست. حالا چیزی که میخوام بررسی کنیم، میشه به وسیله این پیزو یه برق تولید کنیم؟ خب بچه ها، به این پیزو من اومدم دوتا سیم لایم کردم، یکی سیم مشکی که به بدنه وصله میشه منفی، یکی سیم اینجا مثبت. اول اومدم اونا وسط پیزو لایم کردم، بعد دیدم وقتی گوشه پیزو باشه اون صدایی که داره تولید میکنه خیلی بهتره. حالا کار به اینا نداریم، دو تا سیم به این لایم شد، درست؟ من این پیزو میذارم اینجا. حالا قدم بعدی اینه که من میام دو سر پیزو رو که اینجا وصل کردم یه دونه LED میذارم. حالا LED رو بیارم اینجا. حالا من میخوام LED رو بچرخونم که طرف دوربین باشه. حالا پشت پیزا شروع میکنم با انتهای پنس ضربه وارد کردن. شما اینجا رو ببینید، میبینید بچه ها LED روشن میشه. حالا من میاد چیکار میکنم؟ این LED رو ور میدارم به اسیلوسکوپ وصل میکنم، خروجی اینا. این سیم مثبت اسکوپ منه. خب بچه ها، این اسیلوسکوپ منه، رو قسمت 1 ولت هست. حالا کاری که انجام میدن دوباره پشت اون پیزو رو شروع میکنن ضربه وارد کردن. میبینی تغییر میکنه. حالا من بیام اینا، میبینی بچه ها ولتیویژن هم گذاشته الان روی 2 ولت و شروع میکنن پشت اونا ضربه وارد کردن. هر چقدر ضربه من بیشتر باشه اون ولتاژ تولیدیه بیشتره. حالا من پنسا میذارم کنار و با دستم میذارم پشت. خب بچه ها میبینید این سیگنال خروجی پیزای منه که هم قسمت مثبت داره هم قسمت منفی. پس ما الان متوجه شدیم که این پیزای ما یک سیگنال AC تولید میکنه. الان پیک ولتاژ من اینجا به حدود 5 ولت میرسه، قسمت مثبت اون، و قسمت منفی اون به منفی 2 ولت میرسه. حالا اگر برعکسش کنم، جلوی پیزو که دست میزنم یک سیگنال متفاوتی به میده، ولی بازم اونم که قسمت منفی اون الان بیشتر از مثبته. ببینید اینجا قسمت منفی بیشتره، اینجا الان میبینید قسمت مثبت اون. در هر حال با فشار دادن این پیزو، حالا چه از پشت اون باشه چه از جلو، شروع میکنه ولتاژ تولید کردن. حالا من میخوام این ولتاژ رو تشخیص بدم. برای چی؟ شما فرض کنید من اینجا یه چسبی دارم، اینو میچسبونم به میز. من میخوام اگر که به این میزه ضربه وارد کردم یا دستم زدم پشت این پیزو، این ولتاژی که تولید میشه رو من بتونم توسط یک مداری تشخیص بدم. اومدم از IC LM324 استفاده کردم. داخل این IC 4 تا بافر هست، ولی ما از یکی از بافر بیشتر استفاده نمی کنیم. این مولتی ترنی که اینجا هست برای تنظیم حساسیت مدار هست. یکی LED و بیزر هم گذاشتم تو این خروجی. اینجا هم که میبینی شما سیمای پیزو وصل شده. من الان تغذیه رو به اون وصل میکنم. تغذیه 12 ولت رو وصل کردم. میام این مولتی ترن اول میچرخونم. خب الان روشش رو برمیگردونه خاموش بشه. حالا بچه ها من دست میزنم روی این پیزو خیلی آروم. حالا اگر خواستم که حساسیت رو ببرم بالاتر که ضربه دست من آروم که میام، میبینید تشخیص نده، حتما باید ضربه رو محکم بزنم. حالا دوباره برمیگردونم، حساسیتش رو زیاد میکنم. خب من گوشه میز شروع میکنم ضربه زدن. شما به این LED اینجا توجه کنید،
میدونی از این پیزو کجا استفاده میشه؟ دو جا رو بهتون بگم. یکی هست داخل دزدگیری ماشین، شما دیدید اگر به ماشین شما ضربه وارد کنین شروع میکنه دزدگیری زدن، از همین پیزو استفاده کرده. اینو میذاره داخل یه باکس، یه فنرم به اون وصله. ضربه ای که شما به ماشین میزنین باعث میشه که این ضربه توسط اون فنره بیاد به این پیزه منتقل بشه و روشن بشه. حالا شما میتونید اینو داخل یه باکس بذارید، به دیوار خونتون وصل کنی و به دزدگیر وصل کنی. حالا زمانی که خدای نکرده دزد اومد و داره دیوار رو خراب میکنه و ضربه میزنه، این ضربه توسط این پیزو تشخیص داده میشه و برای دزدگیر این سیگنال ارسال میشه و دزدگیر شروع میکنه به فعال شدن. خب دوستان، الان من برم روی کاغذ شماتیک مدار رو براتون رسم کنم و دیگه انشالله شما بتونید از این مدار کاملا استفاده رو ببرید. خب من اینا دوباره بزنم، خودم خوشم اومده. یکی از بچه ها گفته بود که میشه به وسیله این پیزو جریان الکتریسیته تولید کرد، که این ویدیو مخصوصا برای شما درست کردن، که میدونم سوال خیلی از دوستان دیگه هم هست که توی نظرات شاید روشون نشده از من بپرسن. بپرسین بچه ها، من خوشحال میشم، یا حتما حوصله نداشتن دیگه. موفق باشی. خب بچه ها، من اینجا IC LM324 رو میکشم. دلیل اینکه از این IC استفاده میکنم چون 4 تا آپم داره، شما توی خیلی از مدارا بیش از یک آپم پا نیاز دارید. یکم این هست که من اینو خریدم دیگه دارم، حالا همیشه باید ازش استفاده کنم. پایه یک پایه خروجی منه که من میام اینجا به یه مقاومت دادم و یه دونه LED که همون LED آبیه بود، مقاومت 330 اومه. اومدم به یه دونه بیزرم دادم که صدای اون رو شما توی خروجی متوجه میشید. پایه دو را دادم به یه دونه مولتیته که برای تنظیم حساسیت هست. اینم به مثبت VCC وصل. مولتیترن منم 10 کیلو اومه. حالا میریم سراغ خود اون سنسور پیزو. من اینو بچه ها پیزو رو اینجا براتون رسم کنم. ببینید این پیزو من هست که یک طرف پیزو رو اینجوری به زمین میدم، اون طرف ها اومدم چون یه سیگنال AC بوده و فقط میخواستم سیگنال AC رد بشه، دادم بدون خازن. این مثبت خازن، این منفی خازن. منم 1 میکروفاراد 16 ولت هست. البته این خازن هم نذارین زیاد توی این مدار ما تاثیر نداره، ولی قاعدتا خیلی بهتره. و بعد این طرفش رو دادم به یه مقاومت رو دادم به زمین، که این مقاومتی که اینجا گذاشتم 150 کیلو. بچه این پایه سه رو من اینجوری دایره که میکشم بیارم بالا و به این وصل کنم. حالا اینجا زمانی که من دست میزنم روی پیزو، این قسمت ای من یه سیگنال AC داره، که این سیگنال AC نسبت به این ولتاژی که توسط مولتی تن من به این آپم میدم مقایسه میشه. برای که اینا کامل تا متوجه بشیم، من اینا اینجوری رسم کنم. این هم پایه 3. قبلا در مورد مود مقایسه آپم براتون توضیح دادم توی یه ویدیویی که برای فلزیا بود، که اگر اونو ندیدین انتهای ویدیو یا داخل دیسکریپشن لینکشو میذارم، حتما اونو ببین. اینجا پایه 3 ما هست، که پایه 3 ما یه مقاومت 150 کیلو به زمین گذاشتم، یه دونه خازن و در نهایت اومده اینجا به این پیزو. اینم خروجی من که پایه 1 هست. خب بچه ها، کاری که من انجام میدم، میام اینا تنظیم میکنم مثلا روی ولتاژی. اگر این ولتاژ پایه منفی، که پایه منفی نیست یعنی اینورت و نان اینورت هست، حالا با منفی مثبت مشخص میکنم. اینجا پایه 2 که اینجا با پایه که با نماد منفی مشخص کردیم مثلا چقدر باشه، توسط مولتیته 1 ولت، میلی ولت، همون 1 ولت باشه. حالا پایه 3 که پایه مثبت هست، حالت عادی خروجی اون ما میگیم 0، یعنی وقتی که شما هیچ ضربه‌ای به این پیزو وارد نکنی 0.
زمانی که ما شروع میکنیم پشت این پیزو ضربه وارد کردن، خروجی پیزو شروع میکنه یک ولتاژی برای ما تولید کردن. حالا زمانی که ولتاژ تولید میشه، مثلا ولتاژی که تولید میکنه بعد از ضربه وی این مثبت ما میشه 1500 میلی ولت. وقتی که شد 1500 میلی ولت، یعنی وی این مثبت بزرگتر از ولتاژ ورودی است که به قسمت اینورت ما میده، یعنی وی این مثبت که بزرگتر از منفی شد، خروجی ما میشه یک منطقی. یه زمانی ما دیدیم که خیلی حساسیت ها کمش کردن که باید ضربات محکم میزدن. وقتی که ضربات محکم میخواستم بزنم و اون موقع تشخیص بده، اومدم و ولتاژ اینجا را مثلا گذاشتم چقدر؟ 2000 میلی ولت. این بار ضربات آهسته من ولتاژی که تولید میکرد 1500 میلی ولته، باز این مثبته از منفیه کوچیکتر بود. وقتی که این بزرگه کوچیکتر از ولتاژ منفی باشه، خروجی من صفره. این دفعه مجبور بودم خیلی ضرباتم رو محکمتر بزنم که این ضربه محکم، بچه ها میتونی بخونی این ضربه محکم ها. این ضربه محکم که من میزدم مثلا ولتاژی میشد چقدر؟ 2200 میلی ولت. این دفعه ضربه محکم من که 2200 میلی ولت تولید میکرد، بیشتر از ولتاژ منفیه بود. یعنی این اتفاق میفتاد، این ضربه، این آرام ضربه که میزنم ولتاژ 2200 بیشتر از ولتاژ منفی میشد و خروجی من یک منطقه میشد. به همین راحتی. ببینید بچه ها، اصلا آپم ترس نداره. با همدیگه این مدارا دونه دونه تحلیلش میکنیم برای شما، میگی که شما راحت بتونید اگر هیچ سرشی از الکترونیکم ندارین، الکترونیکا با لذت یاد بگیرید. امیدوارم که این مدارم دیگه براتون کامل توضیح داده باشه و جای ابهام براتون نباشه. سوالی چیزی داشتین داخل نظرات بپرسید و در مجموع نظرات شما باعث دلگرمی منه. لایک کنید، سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید. در پناه هم.